مدیران شرکت نفت نیز به جرگه استخراج کنندگان رمز ارز پیوستند. برخی گزارش ها حاکی از دست داشتن مدیران یک شرکت نفتی در استخراج رمز ارز در اهواز است. طی هفته گذشته چندین دستگاه ماینر در منازل سازمانی موسوم به صد واحدی متعلق به یک شرکت نفتی در اهواز کشف شده است. بر اساس این گزارش، مدیران فاسد یک شرکت نفتی ساکن در منازل سازمانی موسوم به صد واحدی با استفاده از برق رایگان این منازل که ویژه مدیران نفتی است اقدام به استخراج رمز ارز کردند. آنچه که مسلم است علاوه بر بیکفایتی مسئولان سو استفاده مدیران فاسد این شرکت نفتی از موقعیت شغلی خود برای استخراج رمز ارز یکی از دلایل قطعی های برق و اعمال فشار مضاعف بر مردم مظلوم اهواز بود است. بیشک نمیتوان نقش سپاه تروریستی در واردات 13 هزار دستگاه ماینر به کشور از طریق آنچه بخش خصوصی عنوان می شود را در خرید و فروش ماینرها و استخراج رمز ارز نادیده گرفت. در حال حاضر دستگاه های استخراج رمز ارز بدون هر گونه ممنوعیتی و حتی با دریافت ثبت سفارشی از وزارت سمت و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی توسط بخش خصوصی به کشور وارد می شود. به نظر می رسد که سپاه تروریستی پاسداران با ایجاد شرکت های سوری متعلق به خود واردات دستگاه های ویژه از سخراج رمز ارز را به صورت قید مستقیم ادامه می دهد. سپاه تروریستی پاسداران با سودجویی از عنوان شرکت های خصوصی در عرصه های مختلف انرژی، ارائه خدمات، بخش های عمرانی و تولیدی، بورس و سرمایه گذاری و حتی ورزشی به غارت اموال عمومی و انحصار اقتصاد و بازار کشور ادامه می دهد. سه اولویت اصلی را می توان برای دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی متصور شد. اینها به ترتیب اهمیت شامل یک تعیین تکلیف برجام، دو تنش زدایی در منطقه و سه توازن روابط با شرق هستند. نشانه هایی که رئیسی و منتخب ایشان برای پست وزارت خارجه حسین امیر عبداللهیان تا این لحظه ارسال کرده اند حاکی از این است که ایران متحد به بازگشت به مذاکرات وین است آنچه نامشخص است روی کرده مذاکراتی دولت جدید است اگر ایران به دنبال کنار گذاشتن آنچه تا به حال در وین در مورد آن توافق شده و بازگشت به نقطه صفر جهت امتیازگیری بیشتر از آمریکا با های بیشتری که تهران در این فاصله از طریق پیشرفت‌های هسته‌ای به دست آورده باشد نتیجه قطعا بنبست دیپلماتیک خواهد بود اگر آمریکا حاضر به دادن تضمین در مورد پایبندی ابدی به برجام نشده علت را باید در ماهیت برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی بازگشت پذیر و نه یک توافق الزام آور ابدی جستجو کرد. اگر هدف رسیدن به توافقی است که همه تحریم ها را در بر گیرد و لغو آنها توسط کنگره آمریکا و نه تعلیق تحریم های ای توسط رئیس جمهور آمریکا را شامل شود باید برجام را کنار نهاد و توافقی جامع را از صفر مذاکره کرد و نهایتاً را به تصویب مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا رسند. اگر این مذاکره همزمان با پیشرفت‌های هسته‌ای صورت بگیرد، دیر یا زود باید منتظر بازگشت تحریم‌های چند جانبه اروپا و تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل هم بود. چین و روسیه هم در شرایطی که ایران با دنبال کردن خواسته‌های حداکثری مقصر شناخته شود، احتمالا رفتاری مشابه سالهای نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد را در پیش گرفته و از تحریمهای های بین حمایت خواهند کرد. از همین روز که همچنان کم هزینه ترین گزینه احیای برجام و سپس ادامه گفتگوها برای رسیدن به توافقی است که کاستی های برجام را با توجه به تجربه چند سالی گذشته نداشته باشد. و از تضمین بقای بیشتری برخوردار باشد فرجام برجام ارتباط تنگاتنگی با اولویت دوم که تنش زدایی در منطقه است دارد به نظر می رسد دولت رئیسی معتقد است که میتواند موضوع برجام و ارتباط با کشورهای منطقه را از هم جدا کرد ولی اگر چرخه تقابلی هسته که در دوره احمدی نژاد شاهدان بودیم یا تنش هایی که در سال 98 در خلیج فارس، یمن، عربستان و عراق در چارچوب رویارویی بر سر سیاست فشار حد اکثری رخ داد را به خاطر بیاوریم دشوار است تصور کنیم که تنش زودایی با کشورهای منطقه که اکثرا متحد غرب هستند و تنش افزایی با غرب بر سر مسئله هسته به صورت تو عملی باشند. در سالهای اخیر تحریم ایران را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به سمت چین و روسیه سوق دادند اما این دو کشور با توجه به محدودیت گزینه های ایران روابطی نامتوازن را با تهران در پیش گرفتند با وجود اینکه چین با ایران توافق 25 ساله امضا کرده عملا سطح سرمایه گذاریش در ایران به مراتب از کشورهای دیگر کمربند ابریشم کمتر است و همچنان دسترسی ایران به منابع مالیش در این کشور را محدود کرده است در سوی مقابل روسیه با وجود همکاری تاکتیکی با ایران در روسیه غالبا چشم بر حملات اسرائیل علیه منافع ایران در سوریه میبندد و از هیچ اقدامی جهت تضعیف نفوذ ایران در این کشور دریغ نمی کند. احیای برجام و برقراری مجدد سطحی قابل قبول از روابط با غرب می تواند. یک موازنه مناسبتر در روابط ایران با این دو کشور برقرار کند. برادر محمد حجازی بر اثر کرونا به حلاکت رسید. مجید حسین زاده حجازی برادر محمد حجازی جانشین سابق فرمانده نیروی قدس بر اثر ابتلا به کرونا به هلاکت رسید. محمد حجازی چندی پیش به دلایل مشکوکی به هلاکت رسید که تا این لحظه دلیل مرگ وی به درستی از سوی جمهوری اسلامی شفاف سازی نشده است. البته هم ما و هم شما می دانیم که اینها را می گویند. اما مطمئنا سر این دو برادر را خودشان زیر آب کردند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.